هر ساله میلیون ها و شاید هم میلیارد ها دلار کمک های مردمی و حتی حکومتی از عربستان سعودی راهی نقاط مختلف جهان می شود تا در زمینه نشر اندیشه و اعتقادات فرقه زاله وهابیت و حمایت از گروه های تروریستی و افراطی هزینه شود اکنون اخبار رسیده از عربستان سعودی حاکی از آن است که مقام های رسمی این کشور ارسال کمک های مردمی از این کشور به خارج را ممنوع اعلام کرده است. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. کمتر از 100 سال از عمر فرقه زاله و حابیت می گذارد. اما پیروان این فرقه موفق شدند با استفاده از پولهای حاصل از فروش نفت عربستان و ارسال آن به نقاط مختلف جهان به انتشار سریع و گسترده اندیشه و اعتقادات منحرف خود در جهان بپردازند در مورد حجم این کمک های مالی آمار دقیقی در دست نیست اما بررسی های صورت گرفته توسط مؤسسه ها و سازمان های مختلف مطالعاتی و حتی امنیتی در سراسر جهان نشان می دهد. این عدد از میلیاردها دلار هم فراتر رفته و حجم زیادی از آن به دست گروه های سنی تندرو مانند القاعده، داعش، جپی نصره، طالبان و غیر رسیده. و در راه خرید سلاح و کشتار مردم بیگناه مسلمان به خصوص شیعیان و حتی غیر مسلمانان هزینه شده است. نکته قابل توجه این است که بیشتر این کمک ها تحت عنوان کمک های مردمی یا انسان دوستانه به کشورهای مختلف جهان ارسال می شد. اما در حقیقت با هدف هزینه شدن در مسیر انتشار اندیشه و اعتقادات وهابیت و در حمایت از گروه های تروریست بوده است. حالا ما اخباری از کشور عربستان به گوش می رسد که نشان می دهد به احتمال زیاد تغییری اساسی در سیاست حمایت از سنی های تند رو صورت گرفته است. بر همین اساس حوزه ریاست امنیت دولتی عربستان سعودی ارائه کمک مردمی به خارج از کشور را ممنوع کرد و هشدار داد که این کمک کنندگان را مطابق با مقررات جاری در عربستان تحت تعقیب و مورد مواخذه و مجازات قرار می دهد. در یک کلیپ ویدیویی منتشر شده در شبکه های اجتماعی ریاست امنیت دولتی عربستان سعودی توضیح داد که هر کسی که میخواهد به خارج از کشور کمک کند میتواند از طریق تنها نهادی که مجاز به ارائه کمک های مالی به خارج از عربستان سعودی است یعنی مرکز امداد و اقدامات بشر دوستانه ملک سلمان اقدام کند. مرکز امدادرسانی و فعالیت های انسان دوستانه ملک سلمان پیشتر هم اعلام کرده بود که اقدام برخی انجمن ها و مؤسسات خیریه برای جمع آوری کمک ها و ارسال آن به برخی کشورها یا انجمن های خارج از کشور مخالف قوانین عربستان بوده و طبق قانون تنها نهاد مجاز به دریافت کمک های خیریه از مردم یا نهادهای دولتی در کشور و ارسال آن به خارج از کشور مرکز ملک سلمان است.